شمول این کلام شلاق رو حکم اعدام ضد اجتماع این قانون خط میکشم رو مهر و امضات پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تناب دارب سار کنترل و سرکوبه کجای جهان تبهش جلو دار خبز بوده چه امنیتی تو قانونی که خودش خش توشه اون انسانی است آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون تزریق سم بدون درد عمل کلی بوچه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه دار قرمزی پرچمو نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم. شب روستان خوش، احمد رفعت هستم. به اعدام بس است برنامه از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. سیاست قتل‌های عمد خاموش یا کشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان از طریق خوراندن داروهای روانی افزایش پیدا کرده. خودکشی حمزه درویش زندانی اهل سنت در زندان لاکان و دسترسی مشکوک او به قرص‌های دیازپام را باید در همین رابطه بررسی کرد. اعتراف‌های اجباری نیز با خوراندن داروهایی چون تیوپنتال انجام می‌گیرد. 5 سال پیش دولت آلمان از ارسال 2.5 کیلو از این دارو به جمهوری اسلامی جلوگیری به عمل آورد. این دارو رسماً در فهرست داروهای قرار دارد که از آنها میتوان برای شکنجه استفاده کرد و بنابراین صادرات آنها احتیاج به مجوز ویژه‌ای دارد. در اواخر ماه ژوئیه سال جاری سامان یاسین رپر جوان کرد که از 10 مهر ماه به دلیل شرکت در اعتراضات در زندان است و قاضی صلواتی او را متهم به محاربه کرده است برای مدتی به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل شد. سامان یاسین پس از بازگشت به زندان قزلحصار گفت نه تنها در جریان بستری شدن در بیمارستان رازی بلکه در تمام مدتی که او زندانی است به او داروهای بینامونشان دادند و آمپولهایی که او نمی‌داند چه بودند به او تزریق شده است. جرم این خواننده جوان کرد ترانه‌خوانی است. ترانه‌هایی چون حاجی منو ایگش قدلم کردن هنجرم قلقم کردن خوشیلم قدغن کردن عین حیوان سرتم کردن نه مو سکوت خانه نیوم و می رسم پاره نیوم سر تا پام زخم عمیقه بعضی زخمیل بخیه نیون دور تا دورم دیوار کشان هر کی رسی یه جام شکان ما پشت ما رفیق گرمی اویش خنجری تا دست چقان دید زخمیل سینه موا کرد کودک درونم دی پا گرد عشق چه و دالگ پیرم کرماشا جوی سر پل خراب کرد ولی من شرفم نفروشا مین پیا و بان پا موسا خدای میشکو را ساجی زمین گردین میدانم هم هر شو بیدار تا دم صبح منی نامردی بلدم ولی خوب مجروح جنگ نابرابرم مبارزم ولی حامی صبح بعضی وقت دیل دیده سرم به چمو ارتفاع بپرم ولی قبلی حق خوام سنم اگه نسنم و سکم تره اره زخمیلم بیم امداد آنگیلم فازم و سکن داد یکی آرام و بی یکی رد داد قصیلم همیشه هدف کتاد مریضم چون مریضم کردن سر پا بیم سینه خیزم کردن این شیشه بیم تیزم کردن مقصر منو میزم کردن هر قول بین یه مشت آرزوم و حالی افسردم که یام تعمال از صد خیلی شش دیل نامه چار یه بار گرد عشقم نکیم شما مش دستم تو ماشا خط خطیه یه سالی هست عشقم ولام چیه مردی کرد فره و پاموسا او عشق و گرز باگی و گرونیه چنی ولی خانواده و من دفاع بکی تا که جوانیه رم تبا بکی گیرم باید و دواره بوسی دلام جن خرج نیری توی هوا بخوی و نو خرج خوامش دیم منم یه واند فقط روزنامه سنم کار نیه چه بکم خدا واره غر ارز واردم خوام قپانم این ماهی مجیر پونست جایی که ونو نقشه نیه نزانم شایست یا راسته ایشم خدا و ایشهره چیه
آقای شردار خسته نید وقت عالی متعالی بود بیوشی کوتاتر بسازن ارتفاعی سطل آشغالی آخه خیلی کسی ندارن خیلی لنگ شام و نهارن و ناوی سطل آشغالی یه لطوان یه لقمن نان درارن ارتفاع بلند و سطل خالی توارم زیاد آمار بیکاری روز و روز در زیاد تر و بود قرنطینه گرد جیب خالی خیلی وقت قرنطینه و ناوی زندگی زوریه دنیا حادثه یه بر بی سواد که هدفیان و بهش فقط هوریه یکی استورست یکی خداست هرچی شاگرد الان اساس هرکی راستی وقت خاک کردیم و تیم داشتی خاک ما تلاس ولی داشتی دشمن بی قصد داشتی کشتن بی نیم گره مردانگی نیاش ولی داشتی یه تون وزنی بی دوره دوره یه بر چروه یکی بتمن یکی زروه و یه چشتی رسی معلان هر کی ود به ناموسم بزن دروه ای در دیل عادی رامان لال نمریم کافی رامان تو که دست دان آجیب پدر خمبی در رای لقمنان یکی فیگ یکی مارک پوشه یکی و نداری خوی کشه یکی اره پول پیش مال آگهی کتی کلیه فروشه یا نگش بیا سخده دلم اگر قصهش نکم خون مرم شاید فکر که فرق خوشم ولی و خودم خیلی و تو شرطرم دایی منیش یکی امین خواد بی پناه همین خواد بی دفاع همین خواد و جیر پوسم درد برم کرده دایی گل خرا همین خواد چنی حال ماندی خوب نیه لعنت و باز و بانیه بان شهر همیشه فرجیه فقط ای خواهر سک آنتنیه شهر پرو منال گل فروش بدبختی لخانه بدوش آجی خوار شهر آتیده بی خیال تو دلار ایلت بفروش کف شهر پرو فیلتر سیگار جوان ایل تکیه و دیوار مغزیل کش رد داست آجی قرقیم و بین یه گوش بیمار حقم خواردن و دانیم سایم اعتقاد نرم ات تو سایم اگر ریس کردم که الان ره هر کاری تو بیشی پایم هر روز داری مری ولی مان جهنم زمین مان هر روز فاتحه خوما خوانیم فکر شیتیم خنن و پیمان خدایا ای شهر فیلتره صدا ماشنفی یا نه ای خواره حال گش خراوه تو حالت خوبه و بانه و دیش تحریم و نو فیلتر دقیقا جور ای مکه اول و آخر مریم جهنم اصلا یه سال زیوتر فهرست نام مرگ‌های مشکوک در زندان و یا بلافاصله پس از آزادی بسیار طولانی است. به عنوان مثال می توان به مرگ مشکوک بهنام محجوبی درویش زندانی پس از گذراندن مدتی در بیمارستان رازی اشاره کرد و یا سامان نیکنفس فعال مدنی که در زندان بزرگ تهران به طور مشکوکی جان سپرد. البته می توان به خودکشی جوان 16 ساله‌ای ارشیا امام قلی‌زاده نیز اشاره کرد که به اتهام عمامه پراکنی بازداشت شده بود. یا اینکه از مریم آروین گفت یکی از وکلای بازداشت شده که پس از آزادی موقت به طور مشکوکی جان سپرد. محسن جعفری منتقد سینمایی نیز پس از آزادی از زندان دست به خودکشی زد. یلدا آقا فضلی هنرمند معترض 19 ساله نیز 15 آبان سال گذشته از زندان قرچک آزاد شد. در نواری صوتی از شکنجه های دوران کوتاه زندانی بودنش گفته بود. او هم به طور مشکوکی درگذشت. میگم توی 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم و گفتم آره این تو اختشاشات بودم آره کردم گریه هم نکردم فقط داد و بیداد که حواسم این سرام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی. حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم. آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم. اخیراً برخی از قضات در احکام برای زنانی که به اتهام پوشش اختیاری و حضور در خیابان و مجامع عمومی بدون حجاب ظاهر شدند علاوه بر جریمه و دیگر مجازات ها اجبار مراجعه به روانشناسی را نیز در حکم خود نوشته اند. یکی از این احکام
حکمی است که قاضی علی امیدی دادرس شعبه 1088 دادگاه ارشاد تهران برای یک هنرپیشه زن افسانه بایگان نوشت. ما برای گفتگو در رابطه با استفاده از قرص‌های روانگردان متادون و قرص‌های دیگری که مشخص نیست چی هستند و محتوای آنها چیست و همچنین فرستادن زندانیان سیاسی و عقیدتی به بیمارستان‌های روانی با میترا بابک روانشناس ساکن لندن گفتگو می‌کنیم. اخیراً با بستری شدن سامان یاسین به مدت چند روز، اون رپر جوان کرد که از مهر ماه گذشته در زندان و از سوی قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران به محاربه متهم شده، در بیمارستان روانی امیرآباد این مسئله مطرح شد که جمهوری اسلامی از باب بستری کردن زندانیان سیاسی عقیدتی در بیمارستان‌های روانی و یا خوراندن داروهای مشکوک و روانگردان به اونها تلاش داره که به نوعی اونها رو سلامتیشون رو به خطر بندازه و به نوعی اونها رو در شرایطی قرار بده که امکان اعتراض دیگه نداشته باشند. به نظر شما چقدر این مسئله که جدیدم نیست، در گذشته در زمان امپراتوری شوروی در برخی از کشورهای سوسیالیستی هم از این حربه علیه زندانیان سیاسی عقیدتی استفاده میشه؟ من شخصا خودم که در زمان سقوط رژیم چاوچسکو در رومانی بودم و شماری از زندانیان سیاسی از یک بیمارستان روانی که عمده کسانی که در اون بستری بودن مخالفان سیاسی رژیم بودن، با برخی از اون بیماران سابق و پزشکان گفتگو کردم و هر دو این مسئله رو میگفتن که بستری شدن در این زندان‌ها، اونم زندان‌ها بیمارستان، به مدت طولانی میتونه کاملا فرد زندانی رو دچار اختلال‌های روانی بکنه و دیگه اونها قادر نباشند که اعتراض کنند و به نوعی میشه گفت از نظر سیاسی اونها رو خونسا می‌کرده. به نظر شما آیا در جمهوری اسلامی هم هدف از بستری کردن مخالفان مثل سامان یاسین یا قبل از اون درویش گنابادی بهنام محجوبی که پس از بازگردانده شدن به زندان به طور مشکوکی در زندان فوت کردم، میتونه در همین رابطه باشه؟ بله، ما زمان هیتلر هم این مشکل رو داشت، این مسئله موزل رو واقعا داشتیم، زمان در ژاپن هم این موزل بوده، یعنی یک ننگ تاریخی بر دیکتاتورهای تاریخ ما و جمهوری اسلامی هم کم نذاشته. مهدی محمودیان در زمان 1990 1990 اتفاقا در مورد کهریزک همین مسئله رو گفت و ما بهنام محجوبی رو داریم که بخش بهنام محجوبی که مشخص شد خوشبختانه، چون متادون اینا از داروهای متادون و همچنین داروهای روانگردان استفاده میکنن که هنوز متاسفانه هیچ دیتای حقیقی ما نتونستیم پیدا بکنیم، ولی خود متادون عوارض و عواقب خیلی بدی داره. یکی این که اصلا اعتیاد میاره، دوما تورم هایی در گلو و در زبان و در صورت و پا و بدن و فیزیک بخش فیزیکال بدن رخ میده، یه حالت خستگی، یک حالت خواب خیلی زیاد و اعتیاد، به اضافه قرص های روانگردان که ما برادر نوید افکاری اتفاقا این مسئله رو گفته بود که برای چند ثانیه تونسته بود نوید رو ببینه، میبینه که نوید پاهاش و صورتش متورم شده و این موزل یک موزل بسیار جدیه. ببینید اعدام‌های بسیار زیادی که میدونید بعد از چین کشور ایران از اعدام‌ها، هزینه خیلی بالای بین‌المللی براش آورده. کاری که اینا کردن و دارن میکنن اینه که
اولا هویت شخص رو باید از بین ببرن و اعترافاتی که الان از زندانیا میگرفتن و میوردن در صدا و سیما، اینم دیگه یک قوز بالا قوز براشون شده، برای اینکه هزینه بالایی رو دوباره بین المللی داد، یعنی یک مفتزه دیگری براشون به وجود آورد. ولی زمانی که به زندانیا دارو میدن و متادون هم میدن، همینا رو معتاد میکنن و همین عوارض متفاوت، به وقتی زبان سنگین میشه دیگه انسان قابل تکلم نیست و اعتماد به نفسش رو کم کم از دست میده و توهمات خیلی زیادی میاره. این به نظر جمهوری ننگین اسلامی این هزینه کمتری داره تا اعدامای وضوح به وضوح رو انجام بده و فکر میکنه که از این طریق میتونه کمتر هزینه بده، در صورتی که با برنامه هایی مثل برنامه های شما و کمپین ها ما باید این هزینه رو خیلی خیلی زیاد برای جمهوری اسلامی بالا ببریم. ببینید مریم آروین چند روز قبل از مرگش قاضیش بهش میگه تو فکر نکن زنده ای، تو مردی. و این دقیقاً چند روز بعدش این عزیز ما از دست میره. این یعنی چی؟ یعنی قاضی هم میدونسته که تا دارچو اینا حتی متادون رو تزریق میکردن و میکنن به زندانیان سیاسی ما. شما اشاره کردید به این که خب برخی ها در پیامد زندانی شدن یا حالا خودکشی میکنن یا خودکشی میکنندشون، برخی وقتی آزاد شدن دست به خودکشی زدن، شما به چند نمونه اشاره کردید و کم نیستن. ولی خب اگر کسی که مخصوصا نوجوانی که سابقه زندان نداشته به زندان میره، مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار میگیره، وقتی بیرون میاد اگر دست به خودکشی هم نزنه چه زندگی داره، چگونه زندگی میکنه، چگونه با این مسئله چقدر طول میکشه بتونه کنار بیاد؟ ببینید بچه های دهه 80 به خصوص وقتی که وارد زندان شدن، اینا هیچ اطلاعی نداشتن که چه اتفاقه، و از دهه 60 هم خیلی اطلاع نداشتن شاید که چه بلاهایی سر عزیزای دهه 60 رسید، و با یه روحیه متفاوت و یک هویت تازه که خودشون از خودشون ساخته بودن رفتن در تظاهرات، و وقتی وارد یک همچین معضل بسیار جدی و خطرناکی مثل تجاوزات جنسی و جسمی و روانی شدن، طبیعتاً فرق نمی‌کنه چه خرد باشی و چه کلان باشی، چه مرد باشی و چه زن باشی، زمانی که تجاوز جنسی بهت میکنن، یکی از کارهای بزرگ تجاوز و یا شکنجه زندانهای دیکتاتوری، حکومتهای دیکتاتوری، اینه که شخصیت تو رو لهت بکنن، اعتماد به نفس و حرمت نفس تو رو ازت بگیرن، و دقیقاً جمهوری اسلامی هدف اصلیش اینه. و این عزیزان وقتی که آزاد میشن با یک گمگشتگی آزاد میشن، با یک هویتی که تضاد به وجود اومده، بخشش پشیمانیه، بخشش احساس شرم و خجالته، بخش دیگرش هستش که خانواده ها هستن. خانواده ها باید حتما تحت حمایت روانکاوی قرار بگیرن که چگونه با این عزیزانی که از زندان آزاد شدن برخورد اصولی داشته باشن، هم خودشون حمایت بشن در مورد یک همچین مصیبت بزرگی و هم یاد بگیرن که چگونه برخورد بکنن. این مسئله یکی از بزرگترین موزل ماست که ما خیلی زیاد بهش توجه متاسفانه در داخل ایران نشده. ما یک کمپین درست کردیم به اسم قهر نام، قهر نه قهرمان، قهر نام، نامهایی که قهر شدن و از بین رفتن، عزیزانی که متاسفانه خودکشی کردن، و بعضی از این عزیزان حتی از خانه بیرون شدن، از خانه و خانواده خودشون بیرون شدن، برای اینکه روح و روان متفاوتی پیدا کردن این بچه ها و خانواده ها هم نمیدونستن که چجوری باشون رفتار بکنن، و اینا دوچار اتفاقا هم تن فروشی و هم دوچار موادهای مخدر دیگر و یا گنگ ها و مافیاهای مختلف شدن. اینا موزلهای بسیار جدی جامعه درون کشور زیر پوست شهر ایران، شهرهای ایران و به خصوص شهرهای کلان هستش که ما باید به صورت خیلی جدی به این موزلات نگاه بکنیم. به نظر من یکی از بزرگترین کار اینه که عزیزی که آزاد شد سریع هر چه زودتر آزمایش خون داده بشه و حتما تراپیست خوبی که خیالشون راحت درست میدونه که چجوری باید برخورد بکنه، هم با خود این عزیز قربانی و هم خانواده های قربانی، من فکر میکنم کمک بهتری و بیشتری رو میشه به این عزیزان کرد که دست به خودکشی نزنه. شما اشاره کردید تو صحبتاتون به کهریزک،
من ماها پس از داستان کهریزک که یک مرد جوانی که اونجا بهش تجاوز شده بود توانست با همسرش و کودک خردسالش به ترکیه بره و من رفتم ترکیه در آن زمان برای گفتگو با ایشون در مورد این تجربه سخت. یک زمانی همسر این مرد جوان که با من تنها بود برای من یک مسئله رو گفت که من شوکه شدم. با وجود اینکه حدود 9 ماه از آزادی ایشون میگذشت، ایشون در این 9 ماه هرگز کودک خردسالش که اون زمان 1 سال 1 سال و نیم داشت اگر اشتباه نکنم در آغوش نگرفته بود. میگفت بغلش نمی کنم، به همسرش گفته و چون میترسم کثیف بشه. یه همچین آدمی که نمیتونه دیگه با فرزند خردسالش رابطه داشته باشه به خاطر آنچه که در زندان بر او گذشته، آیا اصلا امکان این که بتونه به یک زندگی عادی برگرده و داره روابط عادی با همسر و فرزندانش داشته باشه امکان پذیره؟ بسیار مشکله. ببینید، وقتی که یک همچین احساسی رو داره بیشک تجاوز جنسی بهش شده، و وقتی که به یک مرد و یا یک زن، چون اینا خرد و کلان نمیشناسن، بعضی وقتا گروهی بهشون تجاوز میکنن، بعضی مواقع حتی بلوجاب یا رفتارهای خیلی زشت دهانی ازشون میخواد. این رفتارهای این چنینی، احساسی که به یک قربانی تجاوز میده احساس کثیفیه، احساس حالا لب کلامی نجستیه، من پر از میکروبم، من نجستم، من کثیفم، من الان اگه دست به این فرزندم بزنم نکنه فرزندم، و ترس از اینی که نکنه ایدز گرفته باشم. یعنی یه سری توهمات متفاوت روانی هم پیدا میکنن که دقیقاً هدف دیکتاتور همینه که تو به یه همچین حال و روزی بیفتی. طبیعتاً باید هر چه زودتر این عزیز مورد روانکاوی سالم، یعنی متخصصانی که تخصصشون روش شکنجه و تجاوزات جنسی هست، باید برای همین ما یه همچین کمپینی درست کردیم که تخصصهای من همینه، با شکنجه های با قربانی های شکنجه و تجاوزات جنسی و جسمی و روانی برخورد شده باید کار کنیم. حتما این عزیز باید کمک بگیره. کار آسونی نیست و تخصص هر کسی هم نیست. اینجاست که من امیدوارم، من میدونم که چقدر دردناکه برای اون پدر و همسر و خود اون فرزند که پدر در آغوشش نگیره، و برای پدری که نمیتونه فرزند عزیز دلش رو در آغوش بگیره. ولی این عزیز خطرناکه، باید هرچه زودتر کمک حرفه‌ای بگیره، حتی دارو درمانی در کناره، چون افسردگی شدیدی رو میگیرن و خطر خودکشی و سلف هارم یا خودآزاری هم یکی از بزرگترین عواملی هستش که ممکنه گرفتارش بشن. امیدوارم اگر که در ارتباط باشون هستید، حالا که اینا در ترکیه هستن، بتونن اگر امکانش هست کمک حرفه‌ای بگیرن، برای اینکه حال و روز خوبی نیست عزیزم، بسیار دردناکه و کمک خیلی خیلی جدی این عزیزان قربانی ما احتیاج دارن. اخیراً برخی از دادگاه‌ها در ایران برای زنانی که به علت پوشش اختیاری یا بی‌حجابی محاکمه می‌شدن، در کنار جریمه نقدی یا جرایم دیگر گفتند که باید به روانپزشک یا روانکاو مراجعه کنن، اونم به صورت مستمر، هفته یک بار یا ماهی یک بار، حالا بستگی به حکم اون به اصطلاح قاضی داره. بی‌حجابی یک مسئله روانیه؟ بیشک نه، اتفاقا برعکس. نگاه کنید، وقتی که کودک معصوم رو، کودک دختر معصوم رو، دختر بچه کودک رو که باید این ماش رو پریشون بکنه و بدوه، مدل‌های مختلف براش موهاش رو درست بکنن، تو مدرسهش بدوه و این موهاش هوا بره تو این موهاش، دخترهای دیگر رو ببینه، اتفاقا روسریست که مشکلات بسیار جدی روانی بر کودک میذاره، که به نظر من حجاب بر کودک و حجاب اجباری اتفاقا یکی از بزرگترین جنایت ها و خیانت های روانیه که متاسفانه خانواده های متعصب و حکومت جمهوری اسلامی بر دختران و زنان ما داره. برعکس حجاب اجباری و هر چیز اجباری، هر حرکت و دستور اجباری است که اتفاقا مشکلات پیچیده‌ای برای
خانواده ها و دختران و پسران درست میکنه. اینا بچه بازی و لواط و تجاوز به کودکان رو در حوزه های علمی های قومشون و همچنین قاری های قرآنشون مثل توسی ها و امثال هم دارن. اون تجاوز ها مشکلات روحی روانی برای این ناشرف ها به وجود نمیاره، ولی یک روسری و اگر روسری سرش نیست، یعنی شما فاجعه بیخردی و بی اخلاقی و بی وجدانی رو در این شعارها و در این رفتارهای حکومت اسلامی ببینید. اتفاقا تمام رفتارهای اسلامی که اجباری است دقیقا مشکلات روحی روانی براشون میاره. اگه یادتون باشه در اتوبوسی که به سپیده فامیلیش لحظه یادم رفت، اون دختری که بله بهش حمله کرد، نه سپیده در که بعد آوردنش و اعتراف با صورت کبود شده و چشمای کبود شده اعتراف اجباری ازش گرفتن، اون دختر فاتی کماندویی که بهش حمله کرد و گازش گرفته بود، اگر دقت کنید من همون موقع وقتی که نگاه کردم و پست کردم گفتم که دلم برای او هم میسوزه که او شستشوی مغزی داده شده وقتی که سپیده شش یه لحظه پوزش میخوام که فامیلیش یادم رفت، که دختر عزیز ما بیهجاب و در اتوبوسی که بخش زنانه است، یعنی زنانه و مردانه حتی جداست، او رو تو این چنین گاز گرفتی و با این نفرت ازش صحبت میکنی که یک بیهجاب دیدی، من دلم برای تو هم میسوزه، برای اینکه تو یک قربانی اسلام اجباری تو هستی که تمام وجودت پر از تنفره بر یک هم نوع خودت. درد اینجا اینه که متاسفانه این عزیزانی که در خانه و خانواده های متعصبین بزرگ میشن اتفاقا بسیار آسیب خورده هستن. یک پرسش آخر، اون پزشکان و روانکاوان و روانپزشکانی که با نظام جمهوری اسلامی همکاری میکنند و این نوع شکنجه ها را اگر بپذیریم که شکنجه است اعمال میکنند، آیا فکر میکنید اینها به وظیفه خودشون به عنوان پزشک یا روانپزشک، کسی که وظیفه داره از سلامت مردم حفاظت بکنه، خیانت نکردن؟ ببینید این خیانت ها رو در پزشکان در زمان نازی ها هم دیدیم، در شوروی دیدیم، در تمام کشورهای دیکتاتورشیپ دیدیم، به خصوص در خود جمهوری اسلامی. اگه یادتون باشه وقتی که کرونا اومد 160 خورده‌ای پزشک زن و مرد امضا کردن فتوای خامنه ای رو، که همون موقع ما حوارمون دادمون به سر آمد. و متاسفانه در زندان ها ما پزشکان خیلی زیادی همیشه متاسفانه، ولی در جمهوری اسلامی پزشکان خائنی هستند، در صورتی که ببینید من یک متخصص روانکاوی هستم، اگر که یک شکنجهگر بیاد پیش من باید من کمکش کنم و در کنارش در قربانی هم میاد کمکش میکنم، پزشکم همچنین. ولی زمانی که یک پزشک میره در زندان ها یا در زندان نیست خارج از زندان با حکومت‌های دیکتاتوری همراهی و همکاری می‌کنه، به خاطر مقام و درجه و کرسی‌هایی که بهش میدن، به خاطر پول‌هایی که بهش میدن و یا به خاطر اعتقادی که داره، وای به حال توی پزشک که اعتقاد ایدئولوژیک و عقیدتی و دینی تو باعث بشه که دست به جنایت بزنی و نیکاها رو و نویدها رو زیر شکنجه به کشتن بدی و یا این داروهای روانگردان رو بیای تزریق کنی، وای به حال تو دست دقیقا در خون آلوده است و دقیقا تو یک پزشک نیستی، تو یک قاتل جنایتکار شکنجهگر هستی. با سپاس فراوان از همراهیتون. ممنونم از برنامه‌تون. اعدام بسست این هفته در اینجا به پایان میرسه. شما میتوانید برنامه های قبلی را در کانال یوتیوب و یا سایت سازمان حقوق بشر ایران مشاهده کنید. تا هفته آینده و ساعت صفر دیگری شاد و تندرست باشید.